سلام، حالتون چطوره رفیق جان ها؟ خوبید؟ بریم یه آهنگ دیگه از شایع بشنویم. اخیرا شایع زیاد میذارم و دقت کردین؟ آهنگ اهلی نا اهلی شایع که خیلی نوشته بودید و بالاخره بهش رسیدیم. چه اسم جالبی هم داره. چی میگن به این آرایه ادبی؟ میگن تضاد، مثلا دوتا کلمه ای که همدیگه رو خونسا میکنن، اهلی نا اهلی. نمیدونم دقیقا چی بهش میگن، ولی من این آرایه های ادبی هیچ وقت یاد نگرفتم. یعنی کلا زبان فارسیم خیلی تعطیل بود، ادبیات نه، آن زبان فارسی اصلا یاد نمیگرفتم. برام بنویسین که به این آرایه چی میگن. خب شدم اهل نااهلی، وقتی به اراده بی ظرفیتم دوده تو دست بچه ها چسبی دادمش تو، یادمه، دیدمه، دوست دارمش. دوزاریم هم جفتاد دیگه این صاحب هرچی پول خورد دارمه. فازش داشتیم بزرگ شدیم، اگه این گو هی بدیم تو فوت کنیم. هم داره در مورد سیگاری شدنش میگه. ماشالله تپهی نمونده که آباد نکرده باشه دیگه. توی هر آهنگش یه چیزی میگه، مثلا توی اون آهنگ شلش کن که میگفت من هر جا میرم همه چپه میشن و نمیدونم مستی و فلان، و توی آهنگ دیگهش نمیدونم میگفت با بی پولا بودم تو جوبا بودم فلان. اینجا میگه داره در مورد ماجرای سیگاری شدنش میگه. البته اتفاقایی که برای خیلی ها میفته، ولی دمش گرم که مثلا میاد میخونه و همیشه منظورش از خوندن خیلی چیزا گفتن خیلی از مسائل گفتن جنبه های بدشه. یعنی با این چیز شایع حال میکنم. و یه چیزی گفت فکر میکردیم اگه این دودو بدیم تو بزرگ شدیم. بیشتر مخاطبین کانال من بین 14 تا 24 سال هستن و میخوام فقط بهتون بگم که ماجرای سیگاری شدن یه نفر رو تو این آهنگ با دقت گوش بکنید. فکر نمی کنم بخواد چیز خوبی ازش بگه و تعریف بکنه، ولی باور کنین با سیگار کشیدن کسی بزرگ نمیشه. علکی علکی سیگاری شدم، اصلا به این حرفا نمیخواد تو رو کنیم. یه نخ شد، دو نخ، دو نخ شد، پاکت شدم اون که سیگار همیشه لا انگشت و شب. از صبح تو خیابون وقت گشت و شب، دیدم دوستا اینا باب دوست داشتم، همونجا تموم شد دیگه، هرچی روم نمیشد گم شد. هرچی باز بود تو یلوی مامان، خش و خلطه یلوم شد. شدم پا کار بینن بابا ها، پا توق میکنیدم کانالا، تهر و چلا غلافشون زیر ست آشکالا، گلو کشیدم و پام شد و نشه بازا. اوه از سیگار رسید به گل. دقیقا میگن اعتیاد از سیگار شروع میشه. آهنگش دردناکه ها. من تا حالا با اونم سیگار نکشیدم و اصلا هیچ وقتم نمیخوام سمتش برم. فکر میکنم انقدر خوبه که هر کسی سمتش میره دیگه بهش اعتیاد پیدا میکنه. خب رفت سراغ گل، پیشرفت میکنه همینطور. درک بردم آجی، گفتم اصلا مردم آجی، افردا شرچی گل کشیدم، ده برابرش تو دلم گل پلاسی. هر رو اخلاق من ترقب، مورچه داد میکشید میرفتم اقب. دبالو چه خوشگوی من کف دهنم، خودم فوتی و ایسف نشبقرم. حالم خوب نم، هیچی جز فیل گلامو تو جوب نبا، ای دادم تو نگه داشتم سوخ گلو، چما گذشت تو تنم گوشتم. من مونده بودم و فسی دیگه منو نمیشناخت تو خونه کسی، مامان دیده رو چشم کاسه خونه چسی، بابا فهمیدم سرش شد مرسفی. گم شده اتاقم تاریکه، هی سرد و سردتر شدم، تنها تو کوچه ها قمه تیشرتم سفیدک زد و لنگ چست و من بودم، اما فقط شنیدم من رفیقام نه و پام گرفتم به زورن یه جا، اونم باختم و شدم به دکارتر و خودم رو گرام یک گره باز زد و بستم رو خودم تو اتاق در و فکر کنم همه چیزایی که داشت توی آهنگ این جانب میگفت، که میگفت مثلا سالها زندگیم همش به بتالت میگذشت، خواب بودم، نمیدونم هیچ کاری نمیکردم، یه روز بعد گفت به خودم اومدم و از اون روز مثلا یهو همه چیز تغییر کرد. فکر کنم دقیقاً همین بره از زندگیشو داشت میگفت، که اول با سیگار شروع شده، بعد رفته با دوستان ناباب، بعد نمیدونم اعتیاد. و چقدر
قشنگ و با جرأت داره از اتفاقاتی که تو زندگیش افتاده میگه. من حد میزنم اینطوری باشه، چون اصولا چیزایی که برای خودشون اتفاق افتاده رو میگن و نه چیزای تخیلی. و اگر داره میگه، به خاطر اینکه اول اینکه الان به جایی رسیده که بهش افتخار میکنه، و دوم اینکه داره برای ماها میگه که یه درس بزرگ از اتفاقات زندگیش بگیریم. شدم به دکارتر و خودم رو گرام یک گره باز زد و بستم رو خودم تو اتاق در و فقط مثل مرد گریه میکردم. دیدم دنبال ادامه تو پیکا میگردم، تو اتاق خودم گم میشدم و صبح رو تخت خودم رو پیدا میکردم. هیچی منی نداشت برم، اما هنو مامان غذا میذاش برم. وقتی آب کی میومد میگفت داداش سلام، عشقم یه حال سرخ بود چشاش تمام. چرا نمیکشتنم این زیاده رویه، چرا نمیمردم من بیشتر دکتری بگی بردنم. اما باز من کوری گذدم، یه مدت بودم روزم و با این نسخه روانی و غصایابی. یه ذره خوش بودم دوباره گاهی، تا دوباره افتادم تو دوباره کاری. ده برامر اقب بته برا تو آشکالی، دستم دستت زد افسردگی افسردم کن. فکرم و فکرم نرفت، لعنت به این الکل ترخ، توف پودر سفید و سرگل سبز. بیان همه چی رو باید تجربه کنی، همه چی رو نباید تجربه کن. چقدر قشنگه، همه چیزو نباید تجربه کنی. راست میگه، کی گفته همه چیزو باید تجربه کنی؟ یه چیزایی هیچ وقت نباید تجربه کرد. و دقیقاً همین مواد مخدره که هیچ وقت نباید تجربهش کرد. بچه‌ها عجب آهنگیه، اینو نخونده که من و شما حال کنیم باش هد بزنیم و اینو واقعا خونده که ازش درس بگیریم. دمش گرم، چقدر حال کردم با این کارش. تو دنیا گم شده، چه کورسیه اتاقم تاریکه، هی سرد و سردتر شدم، تنها تو کوچه حالم خوب نیست. یه چیزی که در مورد آهنگای شایع خیلی خیلی باش حال میکنم، استفاده از گیتار الکتریک توی آهنگاشه. کمتر خواننده ای رپی این کار رو میکنه و واقعا ترکیب خوبیه. احتمالا بیشترتون لینکین پارک دوست دارید یا آهنگاش رو شنیدید. جز یعنی بهترین بند رپ متال دنیا بود و هست. و خب علتش این بودش که ترکیبی از موزیک متال با موزیک رپ بود و این خیلی کارو قشنگ کرد. و نمیدونم از شنیدن این گیتار سولو لذت بردین یا نه، من که اصلا حال میکنم. یعنی صدای گیتار الکتریک میشنوم دیگه اصلا بیهوش میشم. اگه دوست دارید، خیلی دلم میخواد براتون موزیکای متال و راک هم ریاکشن بکنم، دوست دارید بنویسید. همونطور که من با رپ آشنا شدم و حال کردم، شاید شما هم خیلی حال کردین. یه بار دیگه بریم یه ذره عقب، خیلی خوب بود. خیلی آهنگ خوبی بود، خیلی قشنگ بود. فارغ از اینکه خواننده‌ای که دوستش دارید یا آهنگ قشنگ خونده، خیلی دقت کنیم ببینیم واقعا میخواد بتونه درس زندگی بده. خواهش میکنم نرید سمت سیگار، نمیدونم گل، مواد مخدر. واقعا هیچ انسان موفقی و در کره زمین پیدا نمیکنید که اهل این چیزا باشه، گرفتار این چیزا شده باشه. هیچ آدم موفقی، هیچ آدمی که مثلا خیلی
کارش درسته، مثل ایلان ماسک، مثل بیل گیتس، اینا هیچ کدوم نمی‌بینین که مواد مخدر، گل، اینجور چیزا مصرف بکنن. واقعا هر کی میگه که نمیدونم تمرکز میاره فلان میاره، حرف بیخودی میزنه. نرید سمتش. نمیخوام حرف کلیشه یا نصیحتتون کنم، ولی واقعا به فکر خودتون باشین. آدمی که یک روز خودش دیگه در بدترین شرایطش بوده، یه روز فهمیده اشتباه کرده، ازش اومد بیرون و حالا شده اون آدمی که هممون از شنیدن موزیکاش لذت میبریم. میگم احتمال میدم که این چیزایی که شایع داره میگه واقعا زندگی واقعیش بوده و بر اساس زندگی واقعیش گفته و دمش گرم که اینا رو گفته که من و شما یه چیزی یاد بگیریم. خیلی حال کردم. مرسی از همراهیتون. ماچ به کلتون. خدافظ.